کردم مخصوص شستشو مرده ها بوده که مرده را اینجا میذاشتم میشستم غسلش میدادم کفنش میکردم وقتی کرکس ها موش و توس ها رو میخوردن چیزی که از بدن باقی میبود استخون بود. از سال 44 به بعد در داخل این کار این در ایران این کار ممنوع شد به دستور پهلوی که نساسان ها رو گذاشتم بالا بعد برمیگردم ببینم که اون ترکت چیز راستی که دیگه این طرف اگر نگاه میکنی که چیز از این بالا خیلی ها رو ببینی و جایی که درخت ها وجود داره که باید شده که الان پر میکنی که تشریف آوردی دخمه روستای چم هستش. سیستم دخمه گذاری به این طریق بوده که وقتی انسان فوت میکرد میوردنش تو دروازه شهر یا روستا، اتاقی به اسم اتاق زاد و مرگ، مرده را 24 ساعت میذاشتن در داخل اتاق زاد و مرگ در دروازه شهر یا روستا برای اینکه ببینن فرد به حالت اولیه بر میگرده یا واقعا فوت کرده. اگر بعد از 24 ساعت به حالت طبیعیش بر نمیگشت، به همراه 16 نفر و خانواده زردشتی مرده را حمل نقل می‌کردند به سمت دخمه ها می‌بردند. اینجا در داخل دخمه ها نساسالارها زندگی می‌کردند. نساسالارا مرده را تحویل می‌گرفتند، غسل می‌دادند، کفن می‌پوشوندند و کفن زردشتی ها یه لباس سفید و شلوار سفید با کوکای درشت بود. بعدش مرده را می‌بردند بالا به سمت این برج‌های خاموشی یا این دخمه ها، مرده را اونجا میگذاشتن و خودشون برمیگشتن به سمت پایین و چیزی که اونجا وجود داشت کرکس ها بود. کرکس ها گوشت و پوست ها را میخوردن و چیزی که از بدن باقی میمون استخون بود. کار تا سال 1344 در ایران انجام میشد. از سال 44 به بعد دیگه در داخل این کار این در ایران این کار ممنوع شد به دستور پهلوی و از اون سال به بعد دیگه زردشتی ها مرده هاشون را دفن میکنن به سبک همون مسلمان ها، با یک تفاوت که سر مسلمان ها به سمت کعبه هستش، اونا به سمت شرق جایی که خورشید طلوع میکنه مرده را دفن میکنه. اینجا خونه هایی را که میبینید بهش میگن خیله. اینا خیله ها هستن یا استراحتگاه ها. یکیش مخصوص اون نفراتی بوده که اینجا کار میکردن، یکی که اینجا هستش مخصوص شستشوی مرده بوده و خیله ها این طرف مخصوص شستشو مرده ها بوده که مرده را اینجا میذاشتن میشستن غسلش میدادن کفنش میکردن و میرفتن بالا. خانواده زردشتی اجازه بالا رفتن از دخمه را نداشتن. شما وقتی مثلا تو شهر یزد حرکت بکنید، مخصوصا با تاکسی ها باشید، برای که مسافر را جذب بکنن که بیارنش به سمت دخمه ها، میگن که اگر مرده را که نساسانا را گذاشتن بالا بعد بر میگردن ببینن که اون کرکس چشم راستش را بیرون آورده یا چشم چپش،
این شایع هستش که بیشتر بین مردم محلی باب شده. اون چه؟ اون سازه که میبینید به حالت کله قندی هستش، در داخلش آتش روشن میکردن که از اگر زردشتی ها شب به این قسمت میومدن از طرف شعله آتش به دود این بتونن این مکان رو پیدا بکنن. یه حالت جی پی اس اون موقع بوده و این دخمه مخصوص زردشتیان روستای چم، مبارکه و تف بوده. از یزد زردشتی ها مردشون رو به این سمت نمی آوردن، می بردن به سمت دخمه های خود یزد. ما در داخل خود یزد 7 تا دخمه داریم. اتاقایی که این طرف هم هستش، زردشتی ها وقتی می اومدن اینجا 2 الی 3 شب و بعضی وقتا اینجا می موندن برای انجام اون امورات دینی که برای مردشون می خواستن انجام بدن و بعدش به روستاها برمی گشتن. در داخل این خیله ها استراحت میکردن. حالا میخوایم این مسیر رو با هم بریم بالا به سمت توی اینجا ما ببینیم بعدن. ردیف نزدیک به دیوار مخصوص آقایون بوده، چون قدس بزرگتری داشته و آقایون تو جنگ شرکت میکردن و تعداد مرده مرد بیشتر بوده. ردیف بعد مخصوص خانوم ها و ردیف نزدیک به حسدان یا استخوندان مخصوص بچه ها بوده. وقتی کرکس ها گوشت و پوست ها رو میخوردن، چیزی که از بدن باقی میبود استخون بود. نساسالارها بر میگشتن و این استخونها را جمع میکردن و میریختن در داخل این استدان یا استخوندان و روی اون تیزاب میریختن. عمق این از این بیشتر بوده. در مورد زمان این دیواره های بالا که خراب میشه، سنگ ها و خاکش میریزه در داخل این که باعث شده که الان پر میشه این استدان. Thank you.
این طرف هم اگر نگاه بکنید میتونید از این بالا خیله ها رو ببینید و جایی که درخت ها وجود داره در اون لوکیشن اون قبرستان جدید زردشتی ها هست. زردشتی ها مرده هاشون رو دفن میکنن در کنار اون سبزه ها، اون سنگ های سفید که میبینید قبرستان جدیدشون. در داخل مرکز استان چه زخمه داریم و قبرستان جدید هم در کنار اون وجود داره و یه قبرستان جدید ما در اینجا داریم که زردشتی های روستای چم و مبارکه مرده هاشون رو الان در داخل این این قبرستان جدید دفن میکنه. Thank you.